سلام دوستان خب با آموزش الگوریتم سیمپلکس در خدمتتون هستیم در جلسه قبل ما این دوتا مدل رو توی اکسل با هم دیگه حل کرده بودیم و گفتیم که میخوایم وارد برنامه لینگو بشیم خب برنامه لینگو در واقع نرم افزاری هستش که از طریق اون میتونیم مدل های ریاضی رو حل بکنیم مدلهایی که این نرمافزار افزار رو حل میکنه مدل خطی هستش و برخی از مدل های غیر خطی و خب تازگی قابلیت خیلی زیادی رو داره اما ما اینجا نحوه نوشتن یک مدل رو که به صورت غیر خطی هستش رو توی این نرم افزار میبینیم و میبینیم چجوری حل میشه کردش توی این جلسه ما میخوایم این دوتا مدل رو توی این نرم افزار حل کنیم و تو جلسه بعد یه مقدار مدل بزرگتری رو حل میکنیم با هم دیگه خب نرم افزار لینگو واسه که این نرم افزار رو بگیریم باید بریم توی وبسایت lindo.com لیندو lindo در واقع کمپانی هستش که این نرم افزار رو تولید کرده و در اختیار ما قرار داده باید بریم تو قسمت دانلودز ترای لینگو رو بزنیم اینا نرم افزار دیگه هستش که از طریق این کمپانی ایجاد شده بعد از اینکه اومدین اینجا بر اساس سیستم عاملتون که برای بنده ویندوز 10 64 در 64 هست دانلود رو میزنیم و خب اطلاعاتی که لازم هست رو پر میکنین بعد بعد از اینکه اطلاعات رو پر کردیم این نرم افزار رو شروع میکنیم به دانلود کردن من یه مقدار اینجا رو با همدیگه میریم جلو به خاطر اینکه هیچ کار خاصی نداره فقط دیتا ها رو میخواستیم میخوایم با هم دیگه ببینیم این کالج یوز میزنیم چون نمیخوایم پولی باشه این نرم افزار در, در واقع فروشی هستش و به ما یک ورژن استیودنت رو میده که تا 6 ماه میتونیم از اون استفاده کنیم بعد این رو دانلود رو میکنیم سافت من کو خب سیو ا حدوداً میگه مگه حجم زیادی هم نداره خب وای میسیم تا دانلود بشه خب بعد از اینکه در افزار دانلود شد اون رو میریم تو فولدری که در واقع دانلود انجام شده میریم تو فایل زیپ هستش کافی این رو زیپ کنیم و بعد ران کنیم در افزار به همین سادگی دیگه نصبش کار خاصی نداره فقط کافیه که روش کلیک کنیم و اون چیزهایی که میخواد رو نکس بزنیم و جلو برین اینم اکسپت میکنیم اینستال رو انجام میدیم خب بذاریم من پاوز کنم بعد از اینستال خب اینستالش تموم شد فینیش رو میزنیم و بعد این روی دسکتاپ ما میادش و میتونیم دابل کلیک کنیم و لینگو رو بیاریم بالا و قبل از اینکه بخوایم این کار رو انجام بدیم میگه لایسنس چیه چون گفتن این نرم افزار پولی هستش ما از دموش استفاده میکنیم اینجا هم توضیح میده شما میتونید به صورت کامل از دمو به یه مدت محدودی فکر میکنم استفاده کنیم یه مقدار مدل های بزرگ رو شاید نتونیم حل کنیم خب واسه ورژن دانشگاهی ما اونقدر بزرگ نداریم بیشتر واسه یادگیریش هستش و نرم افزار و پولیش هم میشه پیدا کرد توی بازار اینا خب دمو رو میزنیم بعد به ما توضیحات میده در مورد اینکه چه کارهایی میتونیم بکنیم و لایسنسمون تا کی هستش اوکی میکنیم این جو گفته اگر شما یوزر آیدی تو فایل بکنی و بفرستی واسه من که بگی من دانشجو هستم میتونیم مثلا 6 ماه از فول ورژنمون استفاده بکنیم میتونیم کریت کنیم و بعدا به ما آدرسی که گفته واسه اینفو فکنیم فایلت سنگل لیندو بودش ایمیل بکنیم که اینم در واقع فولدری هستش که اون سیف شده و میگه کافیه که این رو به سیلز ادساین ایمیل بکنید و بعد ورژن فول،, فول, ورژنش رو میگیرین لایسنس میگیرین که بتونی از فولش استفاده بکنید به مدت محدود میذاره خب الان تموم شد نصب نرم افزار ما این محیط لینگو هستش محیط بسیار ساده ای داره اینجا جای هستش که ما مدلمون رو می نویسیم خب فرض کنیم میخوایم شروع بکنیم با علامت تعجب میتونیم کامنت بذاریم کامنت مواردی هستش که واسه توضیحات داریم استفاده میکنیم و نمیخوایم توی مدل پردازش بشه توسط کامپیوتر فقط باسه توضیحات می نمیسیم. من اینجا می نویسم solving لینیر simple linear program خب وقتی که تموم شد خطتون باید سمیکالون بذاریم اون وقت میتونه بفهمه که رفته خط بعدی مثلا من اینجا اگه نمیسم ماکسیموم اینجا داریم میفهمه میبینین آبی کرده ماکسیموم رو خب اما اگر این رو نذاشته باشم اینم جزو کامنت میاره و هنوز فرض میکنه که داری کامنت مینویسی پس سمیکالون رو حتما بذاریم خب ما این مدلمون رو نگاه کنیم مدل ما ماکسیموم کردنه دیدیم که ماکسیموم داشتیم میکردیم همین طور که داریم میبینیم همینم هم دقیقا مینیمیسیم هیچ فرقی نداره خیلی راحت زنی من این رو کوچیک کنم که بتونم کنار هم مدلم رو هم ببینم با که بتونیم ببینیم خب فقط یه چیزی این رو هم میتونیم بزرگ کنیم که سفر رو گنده نشون بده بتونیم راحت تر ببینیم خب مدل چی بود؟ مدلمون ماکسیموم کردن این بودش خب میخواستیم ماکسیموم کنیم لازم نیست دیگه اینجا زد رو بنویسیم کافی رو بنویسیم ماکسیموم مساویه با یعنی آن تا به هدف من هستش مساویه با دو تا x یک اندیس نیست من یه x کوچیک میتونم بذارم یه یکم کنارش نماینگر x یک من هستش من های دو تا x دو همونطور که دارم میبینم همونطورم هم مینویسم به اضافه سه تا x سه سه میکالون دوباره میذارم و بعد میرفت سابجکت تو رو می‌نویسم اینجا میتونم بنویسم اس تی تی خب این کامنته که گذاشتم دیگه حالا سابجکت تو رو که میخوام بنویسم چیکار باید بکنم دقیقا همونطور که دارم می‌بینم می نویسم منفی یک ضرب داره این ضرب رو فقط باید به صورت ستاره بزنین راست اینجا یادم داشت میرفت بگم ستاره نماد ضرب هستش که باید بذاریم منفی یک در x1 به اضافه x2 دیگه یکشو نمیخواد بنویسیم به اضافه x3 کوچکتر مساوی رو به این صورت میذاریم اول علامت کوچکتر و بعد مساوی رو قرار میدیم که چهار میشه سمی کولون می خوام برام خط بعد بعد سمی کولون رو حتما بذاریم خب بعدش چی میشه دوه داره یک دو ضبط در x1 منهای x2 x2 به اضافه x3 کوچیکتر مساوی با 2 خط بعدی میشه x1 به اضافه x2 به اضافه 3 ضرب در x3 کوچیکتر مساوی با 12 سمیکولون خب این در واقع محدودیت بزرگتر مساوی x رو لازم نیست بنویسیم چون پیش فرض لینگو این هستش که متغیرها بزرگتر مساوی صفر هستن اینجا اگر ببینیم ما توی در واقع قسمت فکر میکنم کجا بود جنرال سولور گلوبال سولور مدل جنریتور ها. توی جنرال سولور اینجا اگر نگاه کنید اینجا آپشن های لینگو هستش یه تیک خورده variables assume نان نگتیو یعنی فرض شده که متغیرها نامنفی هن. که اگر بخوایم منفی ها رو ذکر کنیم باید فری بذاریم که حالا تو جلسات بعد اونا رو میبینیم یعنی که این تیک رو ورداریم و باسه اونها بزرگتر مساوی صفر رو تعریف کنیم ولی یعنی فعلا تیک باشه خب پس اینجا ما الان متوجه شدیم که این مدلمونه کافی روی این علامت سیبل بزنیم که مدل رو حل بکنی یا تو قسمت سالور سالو رو بزنی فرقی نداره اگر این رو بزنیم مدل رو حل میکنه به ما اول یه گزارش خلاصه میده که میگه نوع مدلت لینیر پروگرامینگ هستش LP هستش وضعیتش به صورت گلوبال هستش بهینه جهانی رو پیدا کرده ما لوکال اپتیمال داریم و گلوبال اپتیمال داریم که توی در واقع برنامه‌ریزی خطی تو اینجا تو این دوره ما بیشتر در واقع بهینه نهایی رو پیدا می‌کنیم جواب بهینه لوکال یعنی در واقع جواب بهینه نیست نزدیک به بهینه است که پیدا می‌کنم خب اینجا میگه به صورت کلی متغیرام سه تا بوده چهار تا محدودیت داشتم خود تا به هدف رو هم جزو یک محدودیت حساب می‌کردیم یادتونه دیگه وقتی که میخواستیم سیمپلکس حل کنیم خب این رو میبندیم اینجا گزارش کاملتری رو به ما میده میگه که در واقع بهینه جواب بهینه پیدا شده اندازش برابر با هفت ابجکتیو ولیو من این uh, فیزیبیلیتی نداشتیم یعنی همه جواب ها شدنی بودن نشدنی نداشتیم و کل تعداد تکرار رو باسه اونم سه تکرار بودش که حل کرد 800 ثانیه طول کشیدش نوعش لینیر هستش انقدر متغیر داریم انقدر در واقع محدودیت داریم اینجا هم جواب رو به من داره میده x1 من صفر به دست اومده در واقع اینجا که x یک من صفر هستش اسلک من هفت میشه اینجا x2 من یکه x3 من سه x4 من چون چهار تا محدودیت داشتیم اسلک بوده که برابر با دو به دست میاد خب این یک در واقع گزارشی هستش که من از لینگو میگیرم این علامت پرینت رو اینجا میبینیم میتونیم اینجا از گزارشمون پرینت بگیریم و همینطور سیو از پی دی اف بکنیم اینجا ماکروسافت پرینت تو پی دی اف رو بزنین و میتونیم اوکی کنیم و هر جا که دوست داشتیم این رو سیو از پی دی اف بگیریم خب اینجا پیش میاد توی ویندوز سی. شما میتونید فولدرتون رو, رو عوض کنیم. خب اوکی این یه مدل ساده بودش که ما الان لینگو رو حل کردیم اینجا میتونیم خود لینگو رو هم سیو کنیم نزی حالا میخوایم بریم مدل بعدی رو بنویسیم مدل بعدی یکم بزرگتر بودش به خاطر همین شاید یه مقدار سخت باشه اینجا واسه اینکه مدل دوم رو بزنین یه دونه فایل جدید لینگو رو باز کنین اینجا میتونین نیو بزنین یا اینکه فایل نیو رو بزنین فرقی نداره خب اوکی میکنی. حالا دوباره اینو رو کوچیک میکنیم که بتونیم مدل بعدی رو هم تایپ کنیم مدل بعدی مینیموم کردنه همونطور که اینجا میبینیم خب ما میخوایم خیلی رفتم باید. خب اینجا یه تفاوتی که داره تعداد متغیره های من دوازده تا هستش هفت هم محدودیت دارم یه ذره سخته واسه این رو بنویسم کلن حالا در نظر داشته باشیم ما اگر بخوایم یک مدل بزرگی رو بنویسیم نمیایم اینجا دونه دونه همه رو x1 x2 تایپ کنیم و بنویسیم خیلی سخت میشه فکر کنم همین الان این مقدار 12 تا متغیر خیلی سخت نشنش فرض کنیم اگر 1000 تا متغیر داشته باشم و 2000 تا محدودیت خب نوشتنش سخت میشه ما میایم کد میزنیم یعنی بر اساس لغت هایی که لینگو متوجه میشه مدل رو بهش در واقع میفهمونیم به صورت خلاصه یه سری در واقع کیوردها وجود داره و یه سری در استاندارد وجود داره که بر اساس اون لینگو مدل ریاضی ما رو متوجه میشه و حل میکنن خب بیایم اول توضیح بدیم مثلا این مینیمم کردن مینیمایزینگ مین خب این مثلا اسم کلیه مدل من هستش بعد لینگو باید سه بخش باسش تعریف بشه اگر بخوایم اون رو به صورت گسترده یا به همین شیوه ساده ننویسیم بخش اول اینم یادتون نره که سمیکالون رو باسه کامنتاتون بذارین حتما خب بخش اول مجموعه هستش مجموعه ها هستش ست در واقع ما اینجا میخواییم یه بخشی داریم بخش مجموعه ها لینگو که میایم اینجا تعریف میکنیم متغیرها و محدودیت ها رو میگه من یه چنین متغیری دارم با یه چنین محدودیت هایی بعد داده ها رو واسهش تعریف میکنیم خب یعنی توی این قسمت قسمت دوم بخش داده ها هستش که میگیم از این دیتا ها استفاده کن یعنی اون مجموعه ای که من تعریف کردم دیتا های مربوط به اون اعداد مربوط به اون تو این بخش تعریف میشه که با هم میبینیم و در نهایت میایم بخش مدل رو ایجاد میکنیم که بخش مدل هستش و مدل ریاضی رو اینجا می نویسیم کنین الان تو اینجا همه اینا بزرگتر مساوی همه اینا کوچکتر مساوی نیستش بعضیشون بزرگتر مساویه بعضیشون کوچکتر مساویه خب خب این سه بخش رو ما باید تعریف کنیم مدل ما در واقع مجموعه بخش مجموعه ما تشکیل شده از محدودیت بخش تشکیل شده از متغیر من متغیرهایی که دارم محدودیت هایی که دارم و ذرایب ذرایب در واقع اینا ها هستش بخش دست راست بخش دست راست هم هست و ضرایب آبجکتیو یا ذرایب هدف پس اینا رو همه رو باید تعریف کنم خب اولین قسمت محدودیت ها رو میتونیم تعریف کنیم باید بگیم محدودیت دو نقطه RHS یعنی چی؟ یعنی من یه سری محدودیت دارم اینجا که جلوشون RHS های من قرار دارن درسته؟ اعداد دست راست من قرار دارن این محدودیت ها هستش Constraints میتونم اسم بساش بذارم بسیاری چی تعریف کنم خیلی وقتا بسته به اون مدلی که داریم مینویسیم میتونیم مفهومی بنویسیم مثلا محدودیت منابع خب الان من اینجا دو نوع محدودیت دارم یه سری محدودیت های بزرگ مساوی یه سری محدودیت های مساوی دارم یکی از روش هایی که من میتونم این بزرگتر مساوی رو در واقع استانداردش اگه یادتون باشه کوچیکتر مساوی بودش دیگه من میتونم اینا رو به کوچکتر مساوی تبدیل کنم اینه که ضرب در یک منفی بکنم اینجا و همه رو بر اساس کوچکتر مساوی رو. تو جلسه بعد مدلی که میخوایم حل کنیم و با هم ببینیم یه سری محدودیت های مساوی داریم که اونجا دو بخشش میکنیم خب اینجا بذاریم با یه بخش بریم جلو که ساده تر بشه پس من یه سری محدودیت دارم و یه سری دست راست دارم بعد یه سری وریبل دارم متغیرها رو دارم که مقدار اونها رو میخوام به دست بیارم variable values var values خب پس این مقادیری هست که من میخوام به دست واسه این هم سمی کالون با اپ بذارین یادتون نره سمی کانون. خب variable هم اینجا نوشتیم بعد از این من در واقع ذرایب چی رو دارم تا به هدف رو دارم پس این variable من همراه با اون یه سری مقادیر داره و یه سری هم ذرایب تا به هدف رو داره میتونم بنویسم objective کوفیشنس COFF مخفف کوفیشنس هستش اگر ویرگول بذارم در واقع این دوتا رو دارم تخصیص میدم به متغیرها ناکارین به ازای هر محدودیت من یک مقدار دست راست دارم به ازای هر متغیر من یک ضریب تابه هدف دارم یک مقدار خود متغیر رو دارم خب و یه چیزی که الان میمونه ذرایب محدودیت ها هستش ذرایب محدودیت ها ترکیبی هستش از متغیرها و محدودیت ها یعنی دو بود داره نکنید اینجا این یه بود داشت این هم یک بود داره دست راست ها اما اینها دو بود دارن یعنی یک متغیر یعنی به یک متغیر در یک محدودیت خب پس بعد این رو به صورت ترکیبی تعریف کنم میتونم بنویسم constraints variables خب یعنی ترکیب محدودیت ها و متغیرها پرانتز باز ترکیب کدوم دوتا من اینو اسمش اینو گذاشتم و ترکیب محدودیت ها و متغیرها رو اینطوری تعریف بکنم پس یه مشتقی هست از محدودیت ها و متغیرها دو نقطه چی ضریب محدودیت ها خب همون ماتریس A من هست دیگه این سمیکالون پس این ترکیبی رو هم تعریف کردم گفتیم بزرگتر مساوی هم که پیش فرض خود لینگا هست چیزی لازم نیست تعریف کنیم خب این الان مجموعه من شد من یه چنین مجموعه رو دارم در حال حاضر و حالا میخوام داده بهش تخصیص بدم مقدار بهش تخصیص بدم برای این کار دونه دونه اینایی که تعریف کردم اینجا رو و بیام عددهاش رو ایجاد بکنم محدودیت ها اسم باید داشته باشن یعنی هم constraint مساوی محدودیت اول محدودیت دوم محدودیت سوم میتونه محدودیت منبع یک باشه محدودیت نیرو انسانی باشه محدودیت فضا باشه هر چیزی که دوست دارین خب الان در حال حاضر ما اسم نداریم و به صورت کان یک کان دو و کان سه تعریف کردم و سمی کالون رو شباسش میذاریم اینجا ویرگول لازم نداریم به صورت ماتریسی داره تعریف میشه و فقط فاصله کافی هست. خب اسم محدودیت ها مشخص شد بعد بعد اسم متغیرها ها رو تعریف کنیم x1 x2 x3 یا اینکه مثلا y1 y2 یا اینکه مثلا میتونیم بگیم تعداد تولید محصول اول تعداد تولید محصول دوم هر اسمی که دوست داریم پس میام اینجا میگم وریبلز مساوی هستش با x1 x2 x3 x4 تا دوازده باید بریم دیگه در واقع این x یک که ها من داشتم اشتباه می x یک یک x یک دو x یک سه و x یک چهار بعد میشه x دو یک ما یه روش ساده تر هم داریم باز هم که میتونیم داده ها رو از اکسل بخونیم که این هم تو جلسه بعد میبینیم اما در حال حاضر مجبوریم اینا رو تایپ بکنیم ولی خب خوبیش اینه که با این روش یک بار داریم تایپ میکنیم دیگه دو یک دو 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 سه و دو چهار. یک دو XSS و XSS 4 سمی خب بعد اینکه من متغیر ها تعریف کردم حالا باید اینا اسم متغیرها ها هستند این هم عداد هستند این هم دیتا هستند دیگه دیتا های تکست هستند دیتای های, م... متنی هستند خب Objective Coefficients چیه زرایه به تا هدف این هم مساوی هست با نها کنیم به هر کدوم از XIJ ها باید یک ذریب تا به هفت داشته باشم باسه چارتا اول سی هستش بعد باسه چهارتای بعدی پنجاه هستش و باسه چهارتای آخر هشتاد هستش درسته سیم کن بعد میشه مقدار متغیه ها ور ویوز. اینجا مقدار متغیرها رو من میخوام به دست بیارم دیتا ندارم باسهش میخوام به دستش بیارم پس چیزی باسهش نمی نویسم بعدی میشه در واقع مقادیر محدودیت ها که گفتیم ترکیبی هستش پس من یه ماتریس اینجا لازم دارم چون این یکی رو قبلا تعریف کردم لازم نیست دیگه گفتم این ترکیبی هست از این دوتا دیگه چیزی لازم نیست اینجا واسه تعریف کنم اما این ذرایب تا به هدف من ذرایب محدودیت های من میشه این ماتریس رو باید ایجاد بکنم اینجا خیلی زوم شد خب یکم بین برتم خب بنویسیم با هم دیگه 350 560 850 من میخوام برم سطر بعدی برای اینکه برم سطر بعدی نیازی نیستش که چیز بکنم سمی کولن بذارم کافی اینتر بزنم خب 250 400 700 آ یه نکته ای نا اینجا هنه x یک یکه x دو یکه و x سه یکه من برای اینجا فقط این ستاره رو نباید بذارم اگه یادتون باشه ما مدل استانداردمون اینطوری هستش که بذارین اینجا من بنویسم بسطون خب مدل استاندارد اینطوری نیستش حالا من متغیرهای اینجا توی لینگل لازم نیست متغیرهای کمکی رو اضافه کنم اما در واقع 350 تا x1 یک به اضافه 350 تا x1 به اضافه 3 س... ببخشید به اضافه 0 x1 به اضافه 0 x1 هستش به اضافه 560 تا x2 به اضافه 0 تا x2 به اضافه 0 تا x3 الا غیره پس من این صفرارم با لازم دارم که بگم خب یعنی اینجا من قبل اینکه بیام اینا رو بذارم به این تعداد باید عدد باسش بذارم به تعداد متغیر هام خب یعنی دوازده تا دو عدد لازم داره وقتی که اینجا سی سد و بقیه ایکس یکی های من صفرن یعنی چهار تا صفر دارم بعد میشه پونسد و دوباره چهار تا صفر بعد میشه 850 بقیهش صفر چهار تا صفر درسته میشه یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نو ده یازده دوازده تا سمیکالون لازم نیستش با اینجا به همون شیوه یک دو سه چهار بخشی چه... سه تا و صفر بذارم چون یه دونش عدد بود دیگه است. یک دو سه چهار درسته بعد میشه چهارصد یک دو سه بعد میشه 701، 1 2 3 بعد میرم دوباره خط بعدی واسه خط بعدی هم به همین شیوه اینجا هم اولیش صفر دومی 250 ها این هم باید در نظر بگیریم بعد 400 هم اینجا میشه صفر این یکی میشه 400 چرا چون ایکس دو 22 این این x 21 این x 22 دو خب این بعدی میشه صفر این یکی میشه 700 x 3 دو خب بعد من دوباره میتونم الان اینجا مثلا یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نو ده یازد دوازد تا صفر میذارم x یک سه دویست هستش یعنی این یکی درسته بعدی میشه یک چهار دو یک دو 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 سه دو سه چنده سی و پنجاه دو چهار سه یک سه دو سه، سه،, سه 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 چنده 600 خب و سطر بعدی سطر بعدی آخریش هست که عدد میگیره یعنی یک چهار دو چهار و سه چهار میشه سف یه سف 2 سف سه سف 125 دوباره یه سف دو سف سه 200 1 2 سه سف، و, و خط بعدی این محدودیت ها رو هم لازمه بنویسم یه نکته ای اینا از نوع بزرگتر مساوی هستن چون از نوع بزرگتر مساوی هستن من میخواستم کوچکتر مساویشون کنم بعد منفی قرار بدم باسشون پس اینها رو اینا این آخرین بزرگتر مساوی بود دیگه اینا رو همه رو منفی میکنم این آرشسشون هم منفی میشه من هنوز آرشس رو تعریف نکردم و اینجا داشت یادمون میرفت باید RHS رو هم تعریف کنیم حالا هر بعد از این هم میتونیم تعریف کنیم خب پس اینا رو منفی کنیم با هم دیگه بیاییم سریع منفی کنیم خب اینم از این منفی, منفی 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 بعد میاد اینجا میبینین دیتا انتری توی لینگو یه مقدار سخت هستش حالا تو جلسه بعد ما از طریق اکسل دیتا رو وارد لینگو میکنیم که خیلی راحت تر چون اکسل سلول به سلول هست تعداد خیلی زیادی از دیتا رو سریعتر میتونیم وارد کنیم توی نرمستا و دیتا انتری سریعی داشته باشیم خب این سطح رو هم زدیم RHS هم بذاریم آرشش هم باید دقیقا این هایی که اینجا هستش دست راست رو بسش قرار بدیم یعنی الان چون اینا رو منفی کردم این هم میشه منفی دوازده هزار فاصله منفی شیش هزار فاصله منفی پنج هزار فاصله منفی هفت هزار و پنجاه 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 دقیقا این سه تا پنجاه ادامهش هست که اینا منفی نمیشن هنوز ذرایبش رو نزدیم اینجا که کافیه بیایم اینجا x یک دو یک, یک 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 دو یک سه و یک چهار اینجا میشه یک یعنی اولی دومی سومی و چهارمی یکه بقیهش صفر میشه یعنی یک دو سه چهار تا صفر باسه x دو یک دو سه چهار تا صفر هم باسه x سه, سه خب این شد دوازده تا بعدی دقیقا واسه x یک یک اینا صفر هستش چهار تا صفر اینجا میذاریم و واسه دومی چهار تا یک و بقیه صفر دوباره دو سه چهار فقط باید درست بزنیم حواسمون باشه حتی اگر یه دونه اشتباه هم داشته باشیم میتونه مدلمون مثلا اینجا الان من پنج رو یک گذاشتم خب بعد مواظب باشیم چهار تا یک خب واسه آخری هم به همین شیوه دیگه واسه سومی باید چهار تا یک بذاریم که اینجا یک 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 هستش. این الان میشه ذرایب محدوده واسه آخری نقطه ویرگول رو باید بذاریم واسه این رو هم باید نقطه ویرگول رو بذاریم خب الان ما دیتا هم وارد کردیم واسه اینکه ماتریسمون بهتر دیده بشه میتونیم تب بزنیم که یکم بیاد جلوتر اینطوری بیشتر شبیه ماتریس دیگه و راحت تر میشه خوندش من این فرقی واقعا نداره تب گذاشتم واسه خانایی بیشتره خب این هست. پس الان دیتا هم وارد کردیم حالا باید بریم مدلمون رو بسازیم خب من نمیخوام اینا رو چون x1 x2 اینا رو که تعریف نکردم بیام حالا از اول بشینم مینیمم بنویسم که آقا x1 x2 چجوری هستش میخوام از توابع لینگو استفاده کنم خب مینیموم که باید بذاریم اینکه جای خودش مینیمم مساوی با از تابع سامیشن استفاده میکنم سام استفاده میکنم پرانتز باز پرانتز بسته ناکاری این مجموعه دیگه مجموعه زیگما ها هستش یعنی همه اینها با هم جمع شده این جمع ها رو اینجا میذارم حالا روی چه اندیسی روی اندیس x های من وریبلز من درسته پس در واقع من روی اندیس وریبلز هم باید سام ببندم خب پس میام اینجا میگم به ازای هر وریبلز آی من داره زیگما کن خب آی داره میگه که روی وریبلز یک، دو، سه، چار پنج، شیش، هفت، هشت، نو، ده، یازده و دوازده تا کنم اینجا یه دونه اشتباه گذاشتم بزنین دو, دو، دو، سه، دو، چار سه، یک، سه، ده. خب درست دوازده تا متغیر دارم دو نقطه پس به ازای وریبلز من انگار دارم زیگما میگیرم روی وریبلز من ضریب تا به هدف میشه object coefficient آیونیش ضرب داره متغیر من مقدار ولیو من ور ولیوز درسته؟ اونم آیونی پس این هندیس ها باید یکی باشن وقتی که این رو زدیم سمیکالونمون میذاریم و میریم خط بعد پس من الان تا به هدف رو به صورت زیگما تعریف کردم حالا باید بیام محدودیت ها تعریف کنم من باید بیام بگم که به ازای هر محدودیت به ازای هر محدودیت یک سامیشن بذار چون جمعه دیگه به ازای یک سامیشن بذار به ازای اون محدودیت مثلا محدودیت یک متغیرهایی که تو محدودیت یک هستن در ضرایب این ماتریس ماتریس A من پس میام اد sign فور میذارم به ازای هر در واقع اینجا میشه اد sign فور هر چی هر محدودیت درسته اینجا constraint داشتم دیگه مثلا محدودیت جیوم خب دو نقطه میام اینجا محدودیت ها می نیستم پرانتزش باید دوباره بسته بشه و سمی کالوم بیاد پس من همین الان پرانتزش رو بستم خب حالا اینجا وقتی که پرانتز رو بستم میتونم داخلش در واقع محدودیت ها ملسن. قبل اینکه من بیام اینجا محدودیت ها بنویسم من این دوتا بخشی که اینجا گذاشته بودم یادم رفت بهتون بگم الان در حال حاضر این کامنت رو در نظر نگیرین لینگو از کجا میتونه بفهمه که این دیتا هستش این هم مجموعه من هستش به لینگو باید بفهمونم این بخش بخش مجموعه من هستش خب از کجا شروع میشه و به کجا پایان داده میشه اینم بخش داده من هستش و از کجا شروع میشه و به کجا اتمام میشه اگر نگم لینگو نمیفهمه خودش پس من اینجا باید بنویسم ستس میبینین آبی کرد ست دو نقطه پس این مجموعه من هستش و اینجا بعد از اینکه اینا رو تعریف کردم تموم میشه end sets پشت سر هم نوشته میشه اینجا دیگه دو نقطه لازم نداره سمیکالون هم لازم نداره همین کار رو هم باید بخش داده ها رو انجام بدیم یعنی اینجا باید بگم دیتا دو نقطه از اینجا داره شروع میشه دیتا های من و به اینجا خط میشه end دیتا خب پشت سر هم هم نوشته میشه با حروف بزرگ کوچیکش زیاد تفاوت نداره ولی با حروف بزرگ نوشته میشه یعنی اصولا می که بهتر خونده بشه خب پس الان در واقع مجموعه های من شناخته شد برگردیم به مدل من مدل من لازم نیستش که بگم از کجا شروع میشه یا کجا ختم میشه اینجا فقط کافیه که مثلا مینیمم رو میذارم خودش میفهمه آقا این ابجکتیو والیو من هستش دیگه اینجا فور که میذارم دیگه از هر چی به غیر از ابجکتیو والیوز میشه محدودیت های من فقط باید درست نوشته بشه پس اینجا گفتم به ازای هر محدودیت جیوم j جی میتونه از یک شروع بشه محدودیت اول محدودیت دوم و محدودیت سوم البته اینجا ما سه تا محدودیت نداریم دیگه اینجا یک دو سه چهار پنج شیش هفت تا محدودیت داریم پس اینجا من باید اضافه کنم کانز سه رو نوشتم چهار پنج شیش و هفت اگه کمتر بنویسم فقط اون سه تا محدودیت اول رو میومد در نظر میگرفت در صورتی من هفت تا محدودیت دارم و اینجا تناقض میخوردش خب البته اینجا تناقضش معلوم نمیشد و فقط سه تا اول رو میگرفت و ما جواب درستی رو به دست نمی آوردیم خب پس گفتیم به ازای هر محدودیت جیوم در واقع از یک تا هفت میره محدودیت های من رو بیا یک مجموع بذار یک سامیشن بذار اد ساین سام پرانتز باز پرانتز بسته سمی کالونش هم الان یعنی بذاریم که اشتباه نگیریم خب این سامیشن در واقع این قسمت دست چپ من هستش باید کوچیکتر مساوی چون اینا رو منفی کرده بودیم کوچیکتر مساوی چی باشه آر اس من که اعداد بهش دادم پس میشه آر S اس من اینجا کافی آر S هم بذارم چون RHS بر از بندازه های من هست و به هر کدوم از این رو میرین اینم دقیقا ناکه اینجا ما تعریف کرده بودیم دیگه به همون جه من داره جلو میره حالا سامنشنی که میخوای ببندی روی چی باید ببندی من دونه دونه میام اینجا کانسترینت اول بعد ضریبم رو از این بگیرم خب زری به محدودیت از این بگیرم ضرب در متغیر هم بکنم دقیقا مثل تا به هدفم که گفتم بر اساس چی دارم میرم جلو سامیشه میگیرم دارم روی متغیر هم سامیشه میگیرم چون صفراش هم تعریف کردم همه متغیر های من هست دیگه پس متغیر های آی رو زیگما بگیر روی متغیر ها روی زیگما آی از یک تا تمام متغیر هر دوازه تا دو نقطه چیکار بکن مقدار ماتریس محدودیت های منو اندیس آی و جیش رو بخش جی و آی رو ناکنی اینجا جی آی میشه دیگه محدودیت اول متغیر اول محدودیت اول متغیر دوم ما بعد بر اساس این بخونیم خب محدودیت اول متغیر اول محدودیت اول متغیر دوم محدودیت اول متغیر سوم محدودیت اول متغیر چهارم تا محدودیت اول متغیر دوازدهم بعد میاد محدودیت دوم متغیر اول محدودیت دوم متغیر دوم تا محدودیت دوم متغیر, دوم محدودیت دوم متغیر دوازده همینطور میل... میره ال آخر که میشه محدودیت هفتم متغیر دوازده خب این از این طریق ضرب داره چی؟ زبد داره مقدار متغیر من ور و لیوز کدومش؟ آی خب یعنی یک x یک یک ایکس یک دو تا دوازده پس میشه محدودیت اول متغیر اول که میشه آی یک ج یک آی یک ولیوز آی بعد هنوز ج یکه آی میشه دو بعد اینم میشه دو میشه سه میشه سه وقتی که ج شد هفت یعنی رسیده به انتهای اولیش خب میره بعدی پس بر اساس ج میره جلو میره از اینجا شروع میکنه ج دو متغیر اول ج دو متغیر دوم و الاخر دقیقا همینطوری میخونتش کوچکتر مساوی آرش اس اس هم که روی همون هفتا دونه داریم اینجا تعریف کرده بودیم خب مدل ما آماده است با همین سه تا خط تونستیم یه چنین مدلی که حالا یه ذره نوشتنش سخت هست رو بنویسیم حالا بریم حل ببینیم چطور میشه خب میایم روی علامت سیبل میزنیم تا حل انجام بشه میاد اینجا با ما دقیقا همون گزارش رو در میاره میگه از نوع خطی بوده مقدار جهانیش به دست اومده ابجکتیو ولیوم من 4091.94 هستش و توی پنج ایتریشن این رو حل کرده واسه ما خب اینجا هم رو قشنگ اومده واسه همه گزارش کرده در واقع اینجا دیگه گزارش من رو بر اساس اون چیزایی که تعریف کردیم یعنی RHS واسه محدودیت اول مقدار دست راست واسه محدودیت اول واسه منفی دوازه هزاره این چیزی هست که خودم وارد کرده بودیم Objective Coefficient برای متغیر یک یک خب سی هستش دقیقا اینا رو خودم وارد کردیم یعنی یه چیزی که وارد نکرده بودیم ور هست مقادیر مقادیری که میخواستیم به دست بیاریم یعنی مقدار x11 ایک که برابر شده با 34 x12 ایک صفر باید باشه x13 ایک و x14 15 ایک باید باشه خب و مقدار هزینه صرفجوی جوی هزینه ای که انجام شده با توجه به اینکه این صفر قرار بگیره دو هستش محدودیت اول تا به هدف ما هستش اگر یادتون باشه من وقتی که میخواستم بهینه کنم از سیمپلکس استفاده کنم می اومدم که می که مثلا ماکسیموم Z بودش مساوی مثلا x1 به اضافه x2 زد, و زد منهای x1 منهای x2 مساوی صفر می کردم می بردمش تو محدودیت ها. خب و با, با بقیه محدودیت ها می روستن. این دقیقا اولیش برابر با همون تابع هدف من هست مقدار تابه هدفی که به دست اومده 4091 برابر با 4091 خب؟ بعد میایم توی دوم مقدار اسلکش صفر شده یعنی متغیرهای من هستن که عدد گرفتن اینجا تو هر کدوم از اینها که اسلک صفر شده متغیرها عدد گرفتن محدودیت هفتم هستش که اسلک عدد گرفته و پنجاه شده یعنی متغیرهایی که رو محدودیت هفتم بودن عدد برابر با صفر باید به دست بیاد باستشون متغیر هفتم من کدوم هستش در واقع این متغیر محدودیت اول دوم سوم چهار پنج شیش هفتم یکی مونده به آخر x دو یک و x دو, دو 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 یک دو دو دو, دو سه و دو چهار همه صفر شدن دقیقا چیزایی که روی محدودیت یکی مونده با آخر بودن هم صفر شدن پس از اینجا ما میتونیم اسلک ها موندم و مقادیر تا به هدف رو من به دست بیارم دوال پرایس در واقع قیمت دوالش هستش یعنی دوگانش هستش که بعدا با اون رو به رو خواهیم شد اینجا میتونیم ببینیم که دوگان رو هم داره به ما میده و ارائه میده خب این میشه در واقع لینگو و نحوه کد نوشتن توی لینگو کنسل داشتم میبستم کلا این کد رو هم سیف میکنیم که داشته باشیم خب بیایم توی اینجا سیف کنیم من این دوتا مدلی که با هم دیگه در واقع به دست آوردیم رو توی فایل که مربوط به این بخش هستش قرار میدم حتما که بتونین دانلود کنیم خب توی جلسه بعد ما یه مدل دیگری رو میاریم که دیتاش یه مقدار از این بیشتر هستش و خب نکن دیتا وارد کردن سخت بودش میخوایم از اکسل کمک بگیریم یعنی دیتا رو من توی سپریشیت راحت بزنم وارد کنم که میبینین اونجا و بعد بیام دیتا رو توی این فراخانی کنم و حل کنم و جواب رو هم نه تنها اینجا ببینم تو اکسل هم ببینم خب ممنون از توجهی که داشتین خدا نگهدار